پاشین دیگه. آخه چقدر بگم؟ اگه دیر برسه بارگیرش نمیاد. باید کمک کنی تو پیداش کنم، از خواب بیدارش کنم، بهش نشتایی بدم. پس چی؟ تا سه تا چای لبسوز و قند پهلو نخوره یه خوابش وا نمیشه. خب عادت داره، شروع به دم کردن چای میکند با تکه های استخوان. پسرم باید چایش آماده باشه، نون گرم بخوره. پاش یه کاری بکنی، یه دادی یه بیدادی. پس چرا لا شدین همتون؟ جیگ ازتون در نمیاد، دیر میشه. با تو هم هستم. هوی لباس تکه پاره مردی که جای چند گلوله روی آن معلوم است را بر میدارد. پاشو دیگه لنگ زر شد، نر خر، یکم غیرت به خودت بده. یادت نیست حالا چقدر بهت کمک کرده؟ چی؟ باشه تیر خوردی که خوردی. تیر خوردم، طوری حرف میزنه انگار سرشو بریدن یا انداختن جلوی تانک. موشک که نخوردی؟ موشک خوردی؟ دو سه تا تیر خوردی دیگه. تیر بارانت که نکردن؟ کردن؟ چیزی نیست که. پاشو. چی؟ غلط کردی تو، خرس تن لش، از صبح تا شب میخوری و میخوابی، خجالت هم نمیکشی. آخه به تو هم میگم مرد، فقط هیکل گنده کردی. تو بیجا کردی؟ پسر من از این بیدا نیست که با اون بادا بلرزه. شیره تو، اون حسودیت میشه. هزار بار بهش گفتم کاری به کار این تن لش نداشته باش. اصلا اگه یه بار دیگه بیای ازش بخوای چیزی برات بار کنه نمیذارم. آره اصلا ماشینش خرابه. اصلا خراب نیست، اصلا خراب نیست، خیلی هم درست کار میکنه. ولی بیکار نیست که بیفته دنبالی که صحبت کاری توی الدنگ. برو گم شو، گم گم گم. اگه یه بار دیگه بخوای کمکی به تو بکنه، من میدونم اونو تو تموم کس و کار جد آبادت. اون بدبخت دل رحم، دل سوز، ساده و خره. این بابای خدا بیامرزش، این بابا بزرگ خدا بیامرزش، این بابای بابا بزرگ خدا بیامرزش، این بابای 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 باباش. باباش هر چی کشید از دست تو کشید. لباس زنی توجهش رو جلب میکند با تنفر. اصلا باباش رو تو به کشتن دادی. فکر میکنی یادم نیست زنی که بگردی کی هستی؟ نه قدی داری نه بر روی، نه خلق و خوی خوبی. آشو خیلی ازت خوشم میاد اومدی برای دلم نشستی؟ جوهرمی که کشتی، حتما الانم میخوای جان پسرم رو بگیری ها؟ گم شو. چی؟ نکشتی؟ نکشتی؟ آخه اگه توی بی حیا، توی بی همه چیز اون روز معطلش نکرده بودی که بارو بندیل ننتو بهش بدی ببره، تصادف نمیکرد که میکرد؟ اون بدبخت هر روز صبح سر ساعت چای ناشتاش آماده بود، سه تا چایش رو میخورد، نونش رو کوفت میکرد و ماشینش رو روشن میکرد و میرفت. تو اون ساعت هم جاده خلوت، گازش رو میگیره. به امان خدا یادت هست چقدر معطلش کردی؟ 10 دقیقه؟ آره جون عمت، 10 دقیقه، 10 دقیقه. اگه 10 دقیقه پس اون دلیلی لندور از کجا پیدا شد؟ 10 دقیقه پیدا شد؟ نه دیگه، یه ساعت تموم معطلش کردی تا اون تریلی بی پدر و مادر از راه برسه، نزدیک بشه این بدبخت سادم، راه بیفته بره زیرش. این همه جا بره زیری تریلی به اون بزرگی. چرا؟ چون خانوم عین ازرائیل معطلش کرد تا میدونی از وقتی اون خدا بیامرز رفت زیر خاک چه بلاهایی سر ما اومد؟ چقدر بدبختی کشیدیم تا این پسرم دست گلم. چیه؟ فکر کردی اونقدر خار و بدبخت شدم جلوی توی زنی که بشینم زار و زار گریه کنم؟ من جلوی اون سگای هار نذاشتم اشکم در بیاد. فکر کردی؟ برو گورتو گم کن، گم گم گم. به تو رفتی نداره پسرم کجاست؟ خودم پیداش میکنم. شده تمام خاک و زیر رو میکنم پیداش میکنم. برو اسرائیل. فکر کردی میذارم پسرم این بابای خدا بیامرزش، این بابای بابا بزرگ خدا بیامرزش، این بابای بابا بابای بابای بزرگ بابا 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 بابا. لباس زن را زیر پاهاش میاندازد، به یک لباس مردانه میرسد که یک آستینش گوشه افتاده. علیک سلام، معلوم هست شما کجا غیبتون زد آخه؟ نگاه کن نگاه کن، پاشو دستتو بردار بزن قد خودت. اونقدر دست کردین شماها، مگه شما نبودین میگفتین سگ هاری هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ خودم از پسش برمیام. پس چی شد؟ کجا غیبتون زد ها؟ به من رفتی نداره شما چه غلطی کردین. من فقط پسرمو میخوام، همین دیگه، هیچی نمیخوام. باید چای ناشتاییشو بدم، سه تا چایشو بخوره بره دنبال کارش، بالگیرش نمیاد. ما کجا بودیم؟ خودتون کجا بودیم؟ ما یه بدبخت فلک زده مثل همه رفتیم اون ور مرز، هزار سال اونجا بودیم. بعدش گفتم باید برگردین، اگه برگردین خونه هاتون رو میسازن و هیچ کس کاری باهاتون نداره. ما خوب فکر کردیم راست میگن و برگشتیم، ولی پدر سگا دروغ گفتن. پسرمو ازم جدا کردن و بردن اون یه خراب شده ای که وای وای. خب حالا که چی؟ تو مثلا با این دست و پای بریدت میخوای چی کار کنی؟ چه غلطی بکنی؟ میتونی پسرمو پیدا کنی؟ میتونی؟ کی؟ زنش؟ زنی کی؟
اسممونو نیار که حالم به هم میخوره. معلوم نیست تو این بدبختی رفته کدوم گولی، مثلا زنشه. چی؟ زنش گفت؟ چی گفت؟ اون این حرفو زد؟ دروغ نگیر. گفت نیست، غلط کرد با تو. بی همه چیز بی، برو گورتو کن کن، زبونتو گاز بگیر. یه بار دیگه از این حرفو بزنی مگه شهر هرته؟ با دستتو پیدا کن عوضی تا لاغت بدونی که صحبتتو بشونی. برو گم شو. لباس را پرت میکند به گوشه ای، یک بار چشمش به لباس زنی میخورد، انگار که میخواهد مخفیانه دستگیرش کند. آرام آرام به سمتش میرود و لباس را محکم میگیرد. بایسته ببینم کدوم گوری هستی تو؟ ها؟ خجالت نمیکشی؟ ببند اون دهن تو، پیش هر کسی ناکسی برمیگردی میگی شوهرم نیست نیست نیست. چه بلایی ها؟ چه بلایی؟ هیچ خری جرأت نداره با پسر من دست بزنه. دستش قلم میکنم، با همین دستام خفش میکنم. فهمیدی؟ خفش میکنم. خودت حالت خوب نیست، اگه تو هم بخوای چیزی بهش بگی زبون تو میبرم ها. نگاه چپ بهش بکنی چشات از کاسه در میارم. از همون وقتی که اون وحشی هار شیمیایی زد تا لب مرز و توی اردوگاه، تو قور میزدی روی سر بچه من، انگار اون بدبخت مصیبت رو نازل کرده. هنوزم به جای اینکه بیای کمک کنی استخوناش رو پیدا کنیم نشستی رو سر منو داری قور میزنی. چقدر بهت گفت، چقدر بهت گفت برنگردی، هرچی اصرار کرد فایده نداشت، گوش نکردی به حرفش. اصلا تو از همون روز اول نحس بودی، هنوز لباس عروسی رو از تن در نیاورده بودی که اون تخمه سگ حرامزاده ندید ودید. هرچی بمب بوداده این اون بهش داده بودم پک کرد رو سر مای بدبخت. من چرا حرف میزنی دهن من؟ تازه من اگه به حرف تو گول به گول گوش دادم خر بودم. وگرنه من میدونم پسرم بی خود حرف نمیزنه، پسرم میدونه اون بیشرف بیناموس دروغ میگه، اون میدونه یه روده راست توی شکم اون شکم گنده نیست. همه دروغ میگن، تو هم دروغ میگی. اگه راست بگی به دروغ میگن، دروغ گفت و راست راستی میکشنه، میکشن. چقدر بهت میگی ها؟ چقدر میگه بر نگردیم؟ گوش میدی به حرفش؟ نه گوش میدی؟ نمیدی؟ تو هیچ وقت به حرفش گوش نمیدی؟ به حرف هیچ کس گوش نمیدی؟ الان هم یه حرف خودتو میزنی، گوش میدی به حرفش؟ خودم دیدم لازم نیست هی بگی. آب دادم بهشون. ببین نداره تشتشون جون نوشه جونشون. خب به مثلا دوباره شیر میدم خوب میشه. اینجا همه جسدن، این به پدر مادر رو به جسد هم رم نمی کنن. آخه چرا گوش نمیدی به حرفش؟ نگاه کن من همین استخونا رو میخوام. نگاه کن همشون باره پسر منه. استخوناشو که جمع کنم دوباره شیر بهش میدم تا جون بگیره، گوشت و پوست و استخون بگیره، گوشت و پوست و بش میگردونم. خودم زاییدمش، اون موقعی من زاییدمش. تو کجا بودی که الان برمیگردی میگی برنمیگرده ها؟